که در برنامه نوشته شده این پنل رو به شکل ویژه ما به زبان فارسی برگزار خواهیم کرد. پنل موضوعش بررسی کارنامه علمی دکتر حسین بشیری هستن. ایشون یه چند دقیقه دیر به جلسه خواهند رسید ولی در حال مشغول هستن و دارن میان. آقای دکتر بشیری دوست، همکار و همسایه بنده هستند در سیراکیوس نیویورک. در مورد ایشون موضوعات مختلف میشه صحبت کرد، از علاقه شون به شعر و موسیقی و نواختن تار که خیلی هم خوب بود مینوازن، ولی ما اینجا به کارنامه علمی و موضوعاتی که مورد علاقه ایشون بوده خواهیم پرداخت. دکتر بشیری رو من حدود 30 سال پیش با چاپ کتاب دولت و انقلاب ایران شناختم که کتابی بود با نگرشی گرامشیگونه به مسئله سیاست. آقای دکتر بشیری لیسانس علوم سیاسی رو از دانشگاه تهران گرفتن در 1976، فوق لیسانسشون از دانشگاه اسکس هست در 1979 و دکترا از دانشگاه لیورپول در 1982. از 82 تا 2005 ایشون استاد دانشگاه تهران بودن و از 2006 تا کنون هم در دانشگاه سیراکیوس مشغول به تدریس هستند. آقای بشیریه نویسنده بالا بر 17 کتاب هستند و مترجم 7 کتاب دیگر. ترجمه های ایشون از آثار تاماس هابز، برینگتون مور، کتاب های در مورد افکار هابرماس و فوکو جزء کارنامه علمیشون هست. قلم شیوایی در ترجمه دارن، کما اینکه ترجمه کتاب لوایتان تاماس هابز ایشون که توسط نشر نی به چاپ رسید جایزه بهترین ترجمه رو هم برده. در رابطه با دکتر بشیری باید بگم که ایشون از در کارنامه‌شون از شاگردی حمید عنایت در دانشگاه تهران شروع میشه تا مطالعه سیاست با اندیشمندانی مثل ارنستو لاکلاو و باب جزب توی انگلستان. برای نگاه کردن به کارنامه ایشون من از 4 تا از دوستان و همکاران خواهش کردم که در این پنل شرکت بکنن و افکارشون رو با شما در میون بذارن در رابطه با آقای دکتر بشیریه. اولین دوستی که متاسفانه نمیتونست اینجا شرکت بکنه ولی متن صحبتش رو نوشته، خانم دکتر فریده فرهی هستن که با اجازتون من صحبت ایشون رو که مختصرم هست براتون میخونم. می نویسن ایشون حسین بشیریه. عنوانهای بسیاری برای معرفی و توضیح اهمیت حسین بشیریه به زبان و قلم آمده است. عناوینی مثل پدر جامعه شناسی سیاسی ایران، متفکر کلیدی بعد از انقلاب، یکی از جدیترین و با نفوذترین متفکرین ایران، آشنا کننده تئوری دموکراسی به کسانی که متعاقباً مسئولیت‌های دولتی به دست گرفتن، یکی از محورهای اصلی تئوری پردازان انقلاب رنگین و کودتای مخملی، متفکر سیاسی سکولار، پدر دموکراسی خواهی در ایران و غیر و غیره. ولی خاطرات دوران کوتاهی که همکار او بودم و بازبینی مجدد کارهای او انتخاب مرا در جهت عنوانی ساده اما بس پربار متمایل می نماید. حسین بشیریه معلم است. دو وجه کلیدی معلموار در نوشته ها و رفتار او با دانشجویان و خوانندگان کاملا مشهور است. یک، امانت در انتقال عقاید و اثرات عمده‌ای که به اذعان خود در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی تجدد بشریه می خواهد از طریق اقتباس و ترکیب آنها به دانش خواننده در مورد پرسش‌های کلیدی زمانه بیفزاید. ممکن است من خوشبینی بشیریه را در انتهای کتابش مورد سوال قرار دهم و از این دوره و در این دوره پسا تجددی که دولت‌های موجود
از یک طرف کوچکترین هیته غیر زیر هیته غیر زیر زربین برای فرد باقی نگذاشتن و یا از طرف دیگر با متلاشی شدن بانی بلبشو شده اند، به جمله او که روی هم رفته دلایل حفظ ساختار دولت اقتدار طلب کشورها رو به کاستی گذاشته است خورده بگیرم. اما نمیتوانم اذعان نکنم که از فرمول بندی او در مورد دوران سگانه تجدد و تفاوت‌های تجربه غربی در تجدد تدریجی، خودجوش، ناخودآگاه و مفتخر و تجربه غیر غربی در نوسازی غیر خودجوش، محصول مداخله یا تداخل فرهنگی، خودآگاه، با شتاب و مبتنی بر احساس ضعف و ناتوانی نیاموختم. یا مگر میتوانم بی‌اعتنا از کنار تحلیل پیچیده او در مورد ماهیت و دلایل بحران‌های چهارگانه دولت‌های در حال گذار رد شود. اصلاً همین عمل یا تمرین مستمر و امانت در انتقاد عقاید است که نه تنها از بشیریه یک معلم و الگو در تحصیل عقاید می‌سازد، بلکه به خواننده و دانشجویانش اخلاق تحصیل کردن را نیز می‌آموزد. با خواندن آنچه اون نوشته و می نویسد، حتی منقد بشیریه نیز متوجه می شود که راهی جز راه دشواری که بشیریه برای تحصیل طی کرده است وجود ندارد. دو، و این مرا به دومین وجه بشیریه می رساند که تواضع و بی‌نیازی به توجه به شخصیت اوست. راستش رو بخواهید، وجود این کیفیت را یکی از شاگردان بشیریه در دانشگاه تهران برایم توضیح داد. او گفت، نقل قول، با اینکه کاریزما داشت اما خودش به این موضوع اصلا نه افتخار داشت و نه توجه خاص، نه اینکه نمیتوانست بلکه نمیخواست. به عبارت دیگر، بشیریه معلم است نه مراد. به گمان من اهمیت شخص بشیریه و نوشته های او در پیشبرد دانش جامعه شناسی سیاسی در ایران درست در همین نکته نهفته است. به طور مثال وقتی او به دکتر عبدالکریم سروش میگوید که دموکراسی واقعی و دین در تعارض هستند، چون دموکراسی تابو و مقدسات شکن است و دین مبتنی بر صدور احکام کلی و غیر، این نه از روی بغض است و نه به خاطر یارگیری سیاسی. این کیفیت از او معلمی متعهد، دقیق و خواستار حساسیت به حفظ امانت در استفاده از مفاهیم برخواسته از تجربه های تاریخی متفاوت می سازد. همین و بس و چقدر نادر. این متن صحبتی بود که خانم دکتر فریده فرهی فرستاده بودن. دوستان دیگری که در پانل هستند، ابتدا ما با آقای دکتر علی میرسپاسی شروع خواهیم کرد، بعد آقای دکتر علیرضا نامدار حقیقی در رابطه با آثار دکتر بشیریه صحبت میکنن، بعد صحبت خود من هست و در آخر هم دکتر حسین قاضیان صحبت میکنن و در اون زمان هم فرصتی خواهیم داد به آقای دکتر بشیریه که مطمئنن تا اون موقع خواهند رسید و در غیاب ما حرفای خودشون رو که در غیابشون حرفایی که زدیم رو بتونن پاسخ رو بگیرن. دکتر میسپاس. خیلی ممنون. من مطمئنم تأخیر آقای دکتر بشیریه به دلیل فراموشکاری یا کوتاهیشون نیست. این هم یه پلانیه که ما هرچی میخواییم بتونیم در نقد ایشون بگیم و ایشون بیان و از ما تشکر کنن. به نظر من کار خیلی خوبه. من قصد ندارم راجع به کارهای تحقیقی یا نوشته‌های آقای دکتر بشیریه صحبت کنم. متأسفانه دوستی شخصی هم با ایشون ندارم،
مثل مهرزاد همسایه و اینا ایشون هم نیستن یا مثل سخنگوی قبلی که راجع به شخصیت شخصیشون صحبت کنم. دو بار البته تلفنی با ایشون صحبت کردم و با وجود که فقط تلفنی بوده تمام حرفایی که خانم برای زدم درسته. یعنی من به هر حال کار اصلی من تحقیق راجع به تاریخ روشنفکری ایرانیه و شاید بعد از دوست عزیزمون یروان ابراهامیان متواضع‌تر روشنفکری متواضع‌تر از آقای بشیری من ندیدم. مثلا سوال من یک کتاب می‌نوشتم که بعداً به اسم دموکراسی در ایران منتشر شد و واسه این کتاب من با یک سری از روشنفکران دینی ایران، آدم‌های مهمی مثل آقای حجاریان یا آقای تاج‌زاده، آقای خانکی غیره و اینا صحبت کرده بودم و اینا نقش آقای بشیری خیلی مهم می‌دونستن. من از ایران که اومدم امریکا با ایشون تماس گرفتم و صحبت کردم، گفتم میخوام بیام سیراکیوس باهاتون صحبت کنم راجع به نقش شما در رابطه با این دانشجویی که اینا همه در دانشکده حقوق دانشجوی شما بودن و فکر میکنن مدیون شما هستن. ایشون به من گفت که تشریف بیارید، منم خیلی خوشحال میشم با شما آشنا بشم، ولی اینا قبل از اینکه بیان دانشکده حقوق همه خودشون عالم بودن و من خیلی چیزی زیادی به اینا درس دادم و با اصرار عجیب من دو بار با ایشون صحبت کردم و ایشون معتقد بودن اینها شایعه است و اینها آدمای خیلی باهوش و تیز و آدمایی بودن که در توسعه انقلاب بودن و خودشون به نتایجی که رسیدن نقش من قلوف شده. این خیلی این فقط من راجع به روشنفکران ایران نمیگم، روشنفکران به طور کلی خیلی عجله دارن که کردیت واسه همه چیز بگیرن و هیچ کس هم نمیتونه نقدشون کنه، خیلی دلنازک هست. ایشون اینطوری نیست. من میخوام نقش نهادی آقای بشیریه بپردازم. این کار واسه من راحت تر هم هست چون که من در دو تا کار تحقیقاتی که کردم اسم و کارهای آقای دکتر بشیری اومد و من میخوام در واقع این تجربه خود من رو با نقشی که بشیری در ایران در 20-30 سال گذشته داشته رو از طریق این دو تا کارهایی که خودم کردم با شما در میان بذارم. در رابطه همون کتابی که خدمتون گفتم من داشتم مینوشتم، پرسش اساسی که واسه من مطرح بود اینه که توضیح ما در رابطه با اینکه یک عده مهمی از روشنفکران ایران، روشنفکران دینی ایران که جوانان انقلابی رادیکال عمدتاً اکتیویستی بودن در دوره انقلاب 1978-79 و عمدتاً هم تحت تاثیر ایدئولوژی بودن که آقای دکتر شریعتی و کسانی شبیه شریعتی رو برده بودن، اینطوری جهان رو میدیدن، چگونه شد که اینها به خصوص بعد از جنگ، بعد از سالهای 1988 اینها به یه شکلی رهبران جنبش دموکراسی خواهی در ایران یا جنبشی که ما بهش میگیم دوم خرداد، جنبشی که باعث شد که آقای خاتمی رئیس جمهور بشه و بعداً بحث‌های شبیه بحث توسعه سیاسی و غیره در ایران مطرح بشه و در واقع ما یک نوع تحول عظیم روشنفکری داشتیم از توسط کسانی که جامعه توحیدی به بی طبقه رو می‌خواستن، یک نوع یوتوپیای اسلامی رو می‌خواستن، به یک جامعه مدنی و بحث‌های مطرح میشه مثل توسعه سیاسی و جامعه مدنی. من می‌خواستم ببینم که پاسخ یک ذره عمیق‌تر به این پرسش چطوری؟ پاسخی که همه می‌دادن، یعنی خیلی معمول بود و احتمالاً هنوزم معمول هست، اینه که اینها یک سری آدم‌های دوگماتیست دینی بودن که تحت تاثیر نظریات دکتر شریعتی بودن، بعد از انقلاب متوجه شدن که اسلام همه پاسخ‌ها رو واسه مسائل ایران نداره و متأثر از بحث‌هایی که عمدتاً هم مثلا چون آقای دکتر سروش هم اینجا هستن،
کسایی که مثل دکتر سروش و غیره مطرح کردن، اینا درکشون از دین و اسلام تغییر کرد، در واقع تبدیل شدن به روشن فکر دینی و از طریق بحثایی که اگه یادتون باشه بحث فقه پویا و فقه سنتی از این صحبت ها و از این لحاظ بود که اینها تغییر فکر دادن و به یه شکلی لیبرال یا مثلا دموکراسی خواه گردیدن. نمیخوام بگم که این نظر با وجودی که خیلی پاپولاره کلن غلط هست، ولی من شخصا راضی نبودم به این حرف، چون که وقتی که در تحقیقم در رابطه با این کتاب که یک سری مصاحبه‌های خیلی مفصل با این آدم ها بود، ولی خیلی رفت آمد زیادی هم با این آدم ها بود و کارهای مختلفی بودم کرده بودم، من متوجه شدم که هیچ کدوم از آدم ها راجع به این موضوعاتی که ما فکر میکنیم مشکل فکری امروز اوناست نبود. اینه که من این سری مصاحبه رو کردم و مصاحبه های تمام سوالایی که من مطرح کردم به قول انگلیسی ها open ended بودن، سعی نکردم بگم مثلا نظر شما راجع به آقای سروش چیه یا نیست، فقط گفتم داستانتون بگید چی شد که تحول پیدا کرد. فرصت نیست که تمام مسائل رو بگم، ولی پاسخهایی که من از این افرادی که با شما صحبت کردم گرفتم خیلی جالب بود. تنها مسئله رو که اصلا مطرح نکردن اینه که درکشون از دین چی بود و چجوری تحول پیدا کرد، و اینا هم آدم های مختلفی هستن، اگه خواستید میتونم اسمشون رو بهتون بگم. هیچ کدوم خیلی صحبت نکردن که ما در انقلاب که بودیم مثلا تحت تاثیر این جریان دینی بودیم، بعدا دیبیت دینی وجود اومد که ما رو تغییر داد، بلکه صحبت کردن به طور خیلی خلاصه بگم این بود، یکی تجربه عملی زندگی بود که بعد در دوره جنگ و بعد از جنگ وجود اومده بود. مثلا برخورد با مجاهدین، برخورد با آیت الله منتظری، از همه شون تقریبا این بحث رو مطرح کردن به یه شکلی که شکست در جنگ. البته کلمه شکست رو مثلا آقای تاج‌زاده گفت، من مثلا گفت تمام کاریزمای آقای خمینی با شکست در جنگ افتاد از نظر من، چون که مثلا ایشون گفت کاریزمای آقای خمینی واسه من خیلی مهم بود، ولی دیگران هم ممکنه کلمه شکست رو به کار نبردن، ولی همه این بحث رو که ما تمام انرژی و تمام به اصطلاح فکر و ذهنمون این بود که ما در این جنگ پیروز میشیم و بعدا یک نوع شکست رو قبول کردیم خیلی مهم بود. این قضیه که همه کسانی که من باشون صحبت کردم، البته فقط روشن فکر صرف نبودن، کسانی بودن که در سیاست هم نقش داشتن، چون سوال من در رابطه با کسانی بود که همونطور که گروان دیروز گفت این سبب این تحول شدن، بحثش این بود که مثلا آقای عباس عبدی میگفتش که من متوجه شدم که من راجع به ساختن جامعه ما هیچی نمیدونیم، میدونیم دقیقاً چی میخوایم ولی نمیدونیم که حتی اولین آجر رو چطوری باید بذاریم که این ساختمون ساخته بشه. اینا مسائل خیلی جالب. پس یکی تجربه شخصی این افراد بود. یکی دیگه اسم دو تا نهاد خیلی زیاد اومد. یکی دانشگاه تهران بود و عمدتاً هم دانشگاه تهران که صحبت میشه تو این مصاحبه‌ها دانشکده حقوق و دانشکده علوم اجتماعی. من برمیگردم به این صحبت‌ها. و یکی هم مرکز استراتژی که ریاست جمهوری. سوال دیگه ای که من از این کسایی که باشه مصاحبه میکردم کردم این بودش که شما از چه متفکرانی متأثر شدید تو این پروسه؟ یک سری سوال بود راجع به متفکران غیر ایرانی و ایرانی. مثلا من فکر میکردم اینها از برخی از متفکران عربی، مثلا مثل دنیای عرب، مثلا مثل آرخون، ابوزیاد یا غیره، اینها متأثر بودن. اسم هیچ متفکری که امریکایی یا اروپایی نبود این دوستان نیاوردن و متفکرین خارجی رو که اسم بردم کسانی بودن که شاید مثلا من خودم هم خیلی جدی نمیگرفتم، ولی فقط میخوام به شما بگم چون که ارتباط داره با بحث ما. مثلا وبر خیلی مهم بود، ماکس وبر، انتونی گیدنز خیلی خیلی مهم بود، نقد تئوری های وابستگی که آدم های مختلف کرده بودن خیلی توش مهم بود. وقت نیست من تو جزئیات نمیرم، ولی این را به تو میگم. در رابطه متفکرین ایرانی دو اسم خیلی بزرگ بود توسط این افراد. یکی آقای هما کاتوزیان بود که ممکنه اینجا باشن ولی میدونم تو این بیلدینگ هستن،
و بحثای ایشون راجع به دولت و دو استبداد. این بحث خیلی واسه این گروه مهم بود. و یکی دیگه حسین بشیریه بود. و حسین بشیریه هم عمدتاً اینو از زاویه اون چیزی که ما بهش میگیم political theory، نظریه‌های سیاسی. این یک تجربه است. بعداً میخوام برگردم بهش. بحث دیگه یک کتاب منتشر شد رفت هیچی. و اون انتخابات 1999-1388 انجام شد و جنبش سبز و اون محاکمات و اون دستگیری‌ها و سرکوب. من وقتی که دادخواست دادستان اون دادگاهی که اتفاقاً بیشتر شبیه اینجا هم بود، تمام این و البته این کامپلیمنت به شما بود، من نقش دادستان پیدا خواهم کرد. بهزاد نبوی، حجاریان، تمام این بیچاره رو برده بودن اینجا در حالت خیلی بدی گذاشته بودن و ساعت‌ها هم دادستان دادنامه میگه دادخواستنامه‌شو خوند. چیز عجیبی که در این در این مدرک بود که خیلی هم اینو دیسمیس کردن به عنوان اینکه رژیم‌های استبدادی حرف رو میزنن، محاکمه کسایی بود مثل ماکس ویبر، یورگن هابرماس، تالگول پارسون و افرادی که خیلی هاشون اتفاقا توی کتاب ها و ترجمه های مثلا کسی مثل آقای دکتر بشیریه بود اینه که و تحلیل حتی، یعنی مثلا تحلیل راجب ماکس ویبر و پارتیمونیال استیت چی بوده، تحلیل راجب تئوری های مثلا هابس و غیره اینا چه چیزی داشتن، این آقای دادستان حسابی در این زمینه کار کرده بودن. البته در مورد لیست ایرانی ها که میاد میکس بود، مثلا مقدار زیادی راجب آقای میلانی صحبت کرده بودن و یه مقداری هم راجب آقای بشیریه و غیره، ولی لیست افراد خارجی که اکثرشون هم حتی زنده نبودن به عنوان کسایی که خوش آمدید آقای دکتر بشیریه. به موقع اومدید، ما انتقادامون کردیم تعریف کردم، ولی این پرسش واسه من ایجاد شد که خب اینا رو میتونم بگم یه سری ضد انقلاب یا نوکر امپریالیسم و ضد اسلام و قضیه رو تموم کنم. چرا این همه سعی در تحلیل از اینکه نقش وبر یا مثلا آنتونی گیدنز در جنبش سبز چی بوده؟ مسئله ای که منو وادار کرد، کنجکاوی منو زیاد کرد اینه که بعد از این محاکمات هم یک کمپین بر علیه علوم انسانی در ایران انجام شد. یعنی آقای خامنه‌ای خودش در یک سخنرانی مهمی این مسئله مطرح کرد که نگرانی شدید من از اینکه 2 میلیون جوان ایرانی در دانشگاه ایرانی دارن علوم انسانی میخونن، که درست هم هست این رقم، لاقل در اون زمین درست بود. و یک سری دانشگاه مثل علامه طباطبایی و اینها شروع کردن که علوم انسانی رو حذف کنن. این بحث و کارهایی که من راجع به اون کتاب قبلی که خدمتتون گفتم انجام دادم، من رو به این نتیجه رسوند که ما نمیتونیم فقط این محاکمات رو یا تبلیغات رژیم رو در رابطه با علوم انسانی و مثلا محکوم کردن کسایی مثل حجاریان و تاج‌زاده و اینا، نه به عنوان کسانی که اکتیویست سیاسی هستند، بلکه به عنوان کسایی که تفکر علوم انسانی دارن رو اینها رو دادستان محکوم کنه، مسئله جدی. و درک خود من این بودش که این موضوعیه که ما باید بیشتر بریم در رابطهش صحبت کنیم. به همین خاطر من رفتم از دیبیتایی که از اوائل انقلاب انجام شده بود شروع کردم. حالا یه ذره هم بگم من اونقدر آدم زرنگی هم نیستم، من چون که شروع کردم بودم یه کتاب راجع به احمد فردین بنویسم، مجبور بودم این کارو کنم. و من چند تا نکته رو متوجه شدم که امیدوارم با گفتن این نکات بحث من روشن شه. یکی این که من متوجه شدم اتفاقا از همون بعد از انقلاب بحث اساسی که به وجود اومد و آقای دکتر سروش مطرح شد، اون بحث علوم اجتماعی بود. یعنی مثلا
نوشته و سخنرانی فردی و طرفدار فردی رو که من تونستم با هر هزار زحمت گیر بیارم متوجه شدم که آقای سروش رو نه به عنوان کسی که درکش از اسلام اشتباهه یا غلطه یا یک طوری دیگه است، بلکه به عنوان کسی که میگه علوم اجتماعی مشروعیت داره نقد میکنن. بحث خیلی زیادی در این زمینه هست و اتفاقا متوجه شدم که در این مصاحبه ها هم مثلا بحثایی که در مجله کیان بوده و غیره و اینها اووردن علوم انسانی یا اون چیزی که ما اینجا بهش میگیم که سوشال ساینسز توی این بحثا بوده که خیلی اهمیت داشته. و و متوجه شدم که از همون اول انقلاب یک مبارزه عجیبی که در درون جمهوری اسلامی و در بیرون جمهوری اسلامی در گرفته بر اساس این بوده که آیا ما باید یک تحول فکری یا روشن فکری در این زمینه بحثی که ما می‌کنیم انجام بشه، از تفکری که عمدتاً تفکر آنتولوژیک فلسفی است و هویتی، ما چی هستیم، اون چیزی که ما می‌خوام چی خوبه، حقیقت رو چطوری تعریف می‌کنیم. که اگه دقت کنید مثلا کسانی حالا از قبل از انقلاب مثلا کسانی مثل هنری کوربن یا مثلا آقای دارش شایگان و غیره اینو بحثا رو می‌کردن و شریعتی و بس چپ و راست کانسرواتیو و غیره و فردین می‌خواست این بحثا رو راه بندازه و جمهوری اسلامی کلاً می‌خواد این بحثا رو راه بندازه و کسانی که حالا از اوائل عمدتاً دکتر سروش و کسانی که اطراف دکتر سروش بودن به وجود میاد و بعد کسایی مثل آقای بشیریه. در نتیجه آقای بشیریه نقشی رو که ایفا میکنه اولا مهم هست که این نقش در درون دانشکده حقوق انجام میشه، چون که دانشکده حقوق یکی از دو دانشکده که به نظر من دانشکده علوم اجتماعی نهاد دیگه است که در اینجا یک سری از جوانهایی که یک نوع دیگه ای فکر میکردن در درون انقلاب به خصوص بعد از 1988 میرن در این دو نهاد و با یک سری استادای به خصوص آقای دکتر بشیری آشنا میشن و از این طریق یک نوع شیفت فکری درشون اینجا میشه از این تفکر هویتی فلسفی به علوم اجتماعی. ولی خود این نهادها هم تغییر میکنن. اتفاقا من هم مثل آقای دکتر بشیری فارغ التحصیل همون دانشکده علوم اجتماعی هستم، من هم شاگرد دکتر عنایت بودم، خیلی هم دوستشون دارم ایشون. ولی دکتر عنایت با وجود این که ایشون هم اندیشه سیاسی درس میداد، من فکر کنم شما اندیشه سیاسی درس میدادید، دکتر عنایت اندیشه سیاسی که درس میداد در واقع فلسفه سیاسی بود. یعنی من همه کلاسای ایشون هم گرفته بودم، ایشون هم فلسفه سیاسی درس میداد. همکار دیگه شما آقای دکتر جواد طباطبایی هم با وجود اینکه فکر میکنه نظر سیاسی درس میده ولی ایشون هم فلسفه سیاسی درس میده. کسی که در اونجا حالا شما رو به عنوان جامعه شناسی سیاسی میدونن ولی مقدار زیادی از کاری که شما کردید همون چیزی که ما بهش میگیم پولیتیکال تیوری، هابس مثلا، هابس یه پولیتیکال تیوریست بوده ولی خیلی مهم نیست که لقب چیه. و نقش مهم ایشون در این بوده، در این تحولی بود که در ایران انجام شد. این تحول هم نه تحت تاثیر نسبت غرب یا مثلا چیزی که یه میگن آزادی های غرب رو دیدن، مردم مثلا این کتاب رو خوندن به این طرف اومدن، و نه از طریق این بود که نظرشون رو به دین عوض شد. من خیلی آدم رو میشناسم، آقای تاج‌زاده همون آدم دینی که قبل از انقلاب بوده از نظر دیدگاهش به دین بعد از انقلاب هم بوده. اتفاقا مثلا نقدی هم که امروز هم به آقای دکتر بشیری میشه هم به دکتر سروش میشه توسط حتی بعضیایی که لزوماً هم حکومتی نیستن اینه که ایشون فیلسوف نیست. مثلا در آخرین مصاحبهش داوری میگه که سروش فیلسوف نیست، علم میخونه. حالا گرچه ایشون میخواد تحقیر کنه با این جملهش ولی به نظر من یک حقیقتی در این جمله هست و اون هم استاپ بکنم اینجا و اون هم این هستش که جنگ بزرگی که از انقلاب شروع شد حقیقتاً جنگ بر اساس تمام خواهی فکری بود که عمدتاً توسط تفکر فلسفی که تو سیاست میاد، نه تفکر فلسفی فقط فلسفی بود، و یه علوم اجتماعی که آقای دکتر بشیری بیان اون هستن که عمدتاً اگر خوب انجام بشه یه درک متواضعانه humble view of knowledge میخواد،
یک درک متوازانه از شناخت میخواد. و تمام این تعریفایی هم که آقای دکتر بشیری میشه فقط راجع به کاراکتر خود ایشون نیست، علوم اجتماعی هم کاراکترش اینطوری است. خیلی ممنون. تشکر از آقای دکتر بوجهدی که امکان بعدم شکست رکیوز که امکان